یه نامه سرگشاده است برای آی خامنه ای و بقیه مسئولین مسلمان جمهوری اسلامی ایران. یادم میاد سالها پیش نوجوانی بودم در ایران، متاسفانه، که یه مدتی علاقه به مجسمه سازی پیدا کردم و سوال و پرسش که خب ما کجا باید بریم و چی باید یاد بگیریم مجسمه سازی، و کاشف به عمل اومد که مجسمه سازی در اسلام حرام است، به این دلیل که اون مجسمه تبدیل میشه به بت، و چون بت سازی حرام است پس مجسمه سازی حرام است. اوکی، موضوع بیسیکلی منتفی شد تو ما، اینکه خب بت سازی حرام است در اسلام و اینم جمهوری اسلامی ایران و در اینچه مجسمه سازی حرام و در اینچه پیش کس نیاز نداره به این بخش از هنرهای زیبا بپردازه. و خدا رو شکر نقاشی حرام نبود، هنوز عکاسی حرام نبود، زیر طالبان نقاشی و عکاسی هم حرامه. anyway منظور اینه که بعد سالها بعد برمیگردیم میبینیم که شهرهای تهران و شهرهای دیگه ایران هر سر گذنی یه عکس از خمینی و یک عکس از آی خامنه ای روی دیوار، رو ساختمون، روی هر سر و برزن، تو ادارات، توی مجالس، توی کلاس ها، همه جا یه عکس از این دوستان آقای خامنه‌ای و آقای خمینی علمه، یه عکس از نقاشی کردن رو دیوار گذاشتن و این عکس علمه و همه یه حالتی باید به این عکس ها مثلا احترام بذارن. آیا این عکس ها هدفش اینه که یاد مردم بیارن کی رئیسه؟ آیا هدفش پرستش این عکس هاست؟ عبادت این عکس هاست؟ این اشخاصی که مربوط به این عکس ها میشن؟ سوال پیش میاد که شما که برمیگردید میگین که بت پرستی حرام است، بعد میایین عکس خودتون رو، عکس خمینی رو هر سر برزنی علم میکنین، هدف چیه؟ آیا این غیر از بت پرستیه؟ آیا این غیر از نمایان کردن یک سمبولی که بت میتونه حساب بشه هست؟ هدف از کشیدن عکس خمینی یا خامنه ای، آی خامنه ای، سر هر کوچه برزن چیه؟ هدف از این عکس چیه؟ آیا غیر از بت پرستیه؟ آیا غیر از ترویج بت پرستیه؟ ببینین بت پرستی چیه در بیسش، در اصلش، در اون ریشش بت پرستی چیه؟ بت پرستی اینه که آیا آقا یه سمبولی ما داریم که این سمبول اونقدر قابل احترامه که شما باید جلو این سمبول زانو بزنین و هرچی این سمبول نظرش هست از اون باید اطاعت کنین. بین میگم بت پرستی. اون مالقبه ای که گفت آقا در اسلام شما بت پرستی نکنین، منظورش صرف اون مجسمه نبود، منظورش صرف اون نقاشی نبود، منظورش صرف اون پورتری نبود، منظورش صرف اون عکس نبود، منظورش این بود که این سیستم فکری که شما بدون چونه چرا یک نفر رو مورد ستایش قرار بدین، بدون چونه چرا یه نفر رو مورد ستایش قرار بدین، اون طرز فکر اشتباهه.
حالا شما بت پرستی رو ممنوع کردین ولی طرز فکر رو نگه داشتین، طرز فکر رو دارین ترویج میدین، طرز فکر عبادت اطاعت از یک شخص یا یک سیستم فکری بدون چونه چرا. این که شد بت پرستی بابا. یه جور دیگه به قضیه نگاه کنین آقای خامنه‌ای، پرستش خدا، خدای شما هم چیزی نیست غیر از یک بت. تنها فرق شما بین خدای شما و اون خدای کعبه‌ای که سپوزدلی آقای محمد رفت شکون اون بتای تو کعبه رو، تنها فرق بین خدای شما و خدای که اون خدایانی که اون شکست، اون بتایی که اون شکست، تنها فرقشون اینه که بت شما نامرئیه، خدای شما نامرئیه، بت شما نامرئیه. اونا بتشون یک جامد بود، یک شکل خاصی داشت، شما بتتون بیشکله، شکل خاصی نداره. میخواد در اسلام باشه، میخواد در مسیحیت باشه، میخواد واسه جودا باشه، واسه همگی اون بتی که شما دارین، شما هم بت پرستین، منتها تنها فرقش اینه که بتی که شما دارین نامرئیه، اسمش حالا خداست، یهوه، جیزز، هوایور، اسمشو هر چی میذارین، شما هم دارین بت پرستی میکنین. تنها فرقش اینه که بت شما نامرئیه، قابل دید نیست، قابل لمس نیست، ولی باز دارین بت میپرستین. چرا؟ به خاطر اینکه بدون چون و چرا دارین ازش پیروی میکنین، از این خداتون، بدون چون و چرا. خب من این کل ریشه بت‌پرستی همین بدون چون و چرا اطاعت کردن، پیروی کردن از یه سری قوانینی که ممکنه به روز هم نیست. مثلا شما چرا راه دور برین؟ همین رفتار جودا، حالا از شما مسلمان ها رو هم مثال نمیزنم، همین رفتار جودا، جودای ارتودکسی که در این فصل، در این زمان، مثلا توی یه جایی مثل اسرائیل که زیر آفتاب داغ هستن و فلان هستن و مثلا شرایط اقلیمیشون اونجوری هست، شرایط اقلیمی آفتابی داغ خشک خاورمیانه هست، جوده ارتودکس هنوز لباس سنتی خودشونو که از چه میدونم شمال اروپا، از مثلا از اروپا اومده و اون مثلا کلاهای پوستی گنده شونو، نمیدونم کتهای گنده سیاه رنگشونو، کت دیگه، کت چه میگم، بارونی کلوفت، اینا همه رو حفظ کردن، مثلا این شده جزء مثلا دینشون، سنت لباس پوشی اروپایی، اینا حالا دارن اون سنت لباس پوشی اروپایی رو دارن تو خاورمیانه اجرا میکنن، چون بت پرستن، چون کورکورانه دارن از یک سیستم خیلی قدیمی پیروی میکنن، یک سیستم اصولی خیلی قدیمی، یک سری قوانین خیلی قدیمی که اصلا نه به مکانشون میخوره نه به زمانشون. شما هم همینین در اسلام. این که زناتون رو زیر حجاب میکنین، شما از یه سنت خیلی قدیمی، خارج از زمان، خیلی قدیمی و خیلی پرت، مثلا توی ماهی که مربوط به مکان گرم و خشک شبه جزیره عربستان بوده، این لباس زنایی که شما اجبار میکنین زناتون بپوشن، نه مناسب مکانه، نه مناسب زبانه، ولی شما چون بت پرستین و این بتتون یک بت نامرئیه به نام خدا، به نام الله، چون بت پرستین دارین کورکورانه اطاعت میکنین. آقا بت پرستی به اون مجسمه نیست، شما در ریشش، شما به هر سری قوانینی که کورکورانه اطاعت میکنین، کورکورانه یعنی چی؟ یعنی بدون تجزیه تحلیل، بدون تجزیه تحلیل به این که آقا ما مکانمون چیه، زمانمون چیه،
پس لباسمون، پوششمون باید چی باشه؟ آقا ما مکانمون چیه؟ زمانمون چیه؟ نیازهامون چیه؟ پس به چه نیازهایی ما باید رسید؟ به نیازهامون چجوری باید رسیدگی کنیم؟ اگر اون منطقی فکر کنین دیگه بت‌پرستی نمیتون، بت‌پرستی انجام نمیشه. فرق بین بت‌پرستی و منطقی فکر کردن اینه که شما بت‌پرستی از یه سری قوانین، خیلی قوانینی که در زمان خودشون در مکان خودشون شاید قوانین خوبی بودن، شاید قوانین منطقی بودن در زمان خودشون در مکان خودشون قوانین منطقی بودن، شما اون قوانین رو خارج از زمان، خارج از مکان میخواین اجرا کنین، به این میگن بت پرستی، به این میگن دنبال روی کورکورانه. بت پرستی که اصلا مربوط به فقط مجسمه نیست که آقا شما مجسمه نسازین که بت پرست میشین، نه، بت پرستی یعنی دنبال روی کورکورانه، اطاعت کورکورانه از یه سری قوانین که برای اون زمان و برای اون مکان نوشته نشده. مثال دیگه‌اش وضعیت آمریکا. برای آمریکا قانون اساسی آمریکا The Constitution تبدیل شده به یه بت برای اینا. کانستیتوشن آمریکا یا قانون اساسی آمریکا تبدیل شده به یه بت براشون. همچنین The Founding Father، پدرانی که مثلا اونایی که آمریکا رو با آمریکا استقلال دادن، از زیر انگلیس درش آوردن، به اینا، از اینا یه بت ساختن، از قانون اساسیشون یه بت ساختن که حالا بدون چون و چرا باید مثلا انتظار دارن، از همدیگه انتظار دارن که این اطاعت بشه قانون اساسیشون. نتیجه اینه، نتیجه این که یه قلم این موضوع حمل اسلحه و اینی که همه حق دارن، هر کسی، هر بابا عبدالکوزخرنی حق داره یه اسلحه تو جیبش داشته باشه، جز قانونه، قانون مربوط به 250 سال پیش. و چون اینا قانون اساسیشون رو تبدیل کردن به بت و پرستشش میکنن، به کتش، تو کتشون هم رفته که به هیچ عنوان این بت رو نمیتونن تغییرش بدن، این قوانین رو نمیتونن تغییرش بدن، چون این یه چیز خیلی، یه جنبه خیلی قداستی به این قانون اساسیشون دادن، دقیقا همون جنبه که شما به قرآنتون دادین، یه قداست خاصی بهش دادن، انگار کلام اللهه، هیچی. اصل دوم قانون اساسیشون مربوط به این که هر عبدالکوزخرنی میتونه اسلحه هم کنه رو نمیخوان عوض کنن، هیچی. سالی چه میدونم 10,000-20,000 نفر قتل عام میشن تو آمریکا صرف اینکه این قانون رو اینا نمیخوان عوض کنن، چون کلام اللهه، چون قانون اساسیشون کلام الله شده، چون قانون اساسیشون تبدیل شده به یه بت. آقایون شما هم همون اینای خامنه‌ای، اینی که عکس خودتو، عکس آقای خمینی رو هر سر و برزنی تو هر کلاسی، تو هر اداره‌ای، هر جا میرسین عکس خودتون رو آویزون میکنین، یا این که زیر دستاتون میکنن به عنوان خایمالی، زیر دستاتون به عنوان خایمالی عکس شما و عکس خمینی رو هر جا رسیدن آویزون میکنن. خب آقا این بت پرستی، این عکس ها حکم بت داره، حکم بت پرستی رو داره. آقا شما که بی خطا نیستی، خمینی که بی خطا نبود. ببینین ممکنه شما برگردین بگین که آقا تو انگلستانم عکس ملکه انگلیس رو همه جا آویزون میکنم، اوکی. ولی میدونین یه چیز متوجه شدین که ملکه انگلیس، که انگلیس ها یه چیزی تو شبیه بت پرستشش میکنن، متوجه شدین که ملکه انگلیس
کلن انگار لاله، ملکه انگلیس، شاه انگلیس، هر مادقبهی که جز خاندان سلطنتی انگلیسی که وقتش داره حکومت میکنه متوجه شدین که این میتونه لال باشه. اصلا اصلا کسی نه صداشو میشنوه، سال یه بار مثلا تبریک ایت کریسمس رو میگه، that's it. خیلی مهم باشه یه شخصیت مهمی بمیره، کله بردار بشه، یه پیامی میده، ولی خارج از اون صدای این مادقبه رو هیچ کس نمیشنوه. ببینین، بت پرستی میشه ادامه داشته باشه در صورتی که بوته حرف نزنه. این خانواده سلطنتی که حرف نمیزنن، اینا رو میشه یه جورایی برای اجتماعی که برای اون علاقایی که دوست دارن بت پرستی کنن، علاقه اصلا شعورشون رشد نکرده و بت پرستی واسه شون جایزه قابل قبوله، اوکی میتونین اینا رو داشته باشین، میتونین بت پرستی بکنین، ولی به شرطی که بوته یا حرف نزنه یا مرده باشه. به خاطر اینکه وقتی حرف نزنین، وقتی قاطی مسائل اجتماعی نشین، هیچ کس نمیتونه بگه تقصیر این مادر قبه است که وضعیت من مثلا الان خرابه. ببینین، شما واسه خودتون داری مشکل زایی میکنی. وقتی وضعیت بد میشه به هر دلیلی، آقا من اجاره خونم رو مثلا الان نمیتونم بدم، این ماه اجاره خونم رو نمیتونم بدم، اگه عکس یه مادر قبه یا تو روی دیوار ببینم میگم آه ببین تقصیر اون مادر قبه است، مثل آقای خمینی یا آقای خامنه‌ای، میگم آقا تقصیر اون مادر قبه است که من اجارم رو نمیتونم بدم، نون ندارم، تقصیر اون مادر قبه. ببین، زمانی که شما عکس خودتو، عکس خمینی رو میذاری دیوار، به این وقتی همه چی خوب داره پیش میره، خب هر کی رد میشه نگاه میکنه میگه اوکی بادبه، اوکی فرق نمیکنه کی رئیسه، همه چی خوبه. وقتی و شرایط بد میشه، فکر کردی کیو مسئول میدونن؟ آقا ببینین، شما مشکلتون اینه که خب شاه هم همین بود، رضا شاه هم همین بود، محمد رضا شاه هم همینه، شما هم همینین، اون یارو مادر قبه، یارو رئیس مریم رجوی هم همینه، مثل بت پرستشش میکنن دنبال روهاش تو چه بدونم عراق، تو آلبانی، تو whatever the fuck she is. این رضا پهلوی هم، اونا هم هر موقع دنبال روانش بهش میرسن دستشو میبوسن، دقیقا همین کاری که دنبال روان خمینی بهش میکردن، همین کاری که دنبال روان شما میکن. آقایون همه تون بت پرستین، همه تون بت پرستین. مثلا این سیستم فکری بت پرستی از مغز ایرانیا بیرون نمیره، برای همین میگم وضعیت ایرانیا فرقی نمیکنه، انقلاب بشه انقلاب نشه، کودتا بشه کودتا نه، فرقی نمیکنه. آقا شما خرین، شما دارین انتظار دارین از ملتتون که خر باشن، که بت پرست باشن، که از یه شخص شما یه بت میسازین، حالا میخواد اون شخص محمد رضا پهلوی باشه، میخواد خمینی باشه، میخواد خامنه‌ای باشه، میخواد رضا پهلوی باشه، میخواد مریم رجبی، میخواد هر خارکسته دیگه ای باشه، ازش شما یه بت میسازین، ملت ایران یه بت میسازن، رهبران ایران انتظار دارن که ملت ایران مثل یه بت یه شخص رو پرستش کنن، هر کار گفت بکنن، دستشو ببوسن. مشکل اینجا پیش میاد که اون بت، اون شخص وقتی عکسش رو همه جا میبینی، وقتی تبدیل میشه به یه بت واقعی، اون وقت هر مشکل پیش میاد ملت شما از چشم اون بته میدونن، میگن آقا تقصیر این مادقبه است که من الان پول ندارم اجاره خونمو بدم. وقتی همه چی خوب پیش میاد، خب خوبه، اوکی فاین، با دور هر کی میخواد رئیس باشه، هر کی میخواد خدا باشه، هر کی میخواد بت باشه،
هر کی قراره بپرستم اوکی فاین، عکسشو بذارین دیوار. ولی مشکل اینجاست که زمانی که به مشکل برمیخوره جامعه، رو میکنه به بوته. اگه بوته نباشه یا اگه بوته کلن نظری نداشته باشه، مثل ملکه انگلیس کلن نظری راجع به هیچی نده، این طرف حرفم با شما های خامنه‌ای، اگه بوته میخواد عکسش رو دیوار باشه راجع به هیچی نباید نظر بده. همونجا در پشت پرده کاری هم حرفی هم داره بزنه، کاری هم قرار بکنه، در پشت پرده باید بکنه، این این حالتی که ملکه انگلیس میکرد، پشت پرده در سکوت. مردم نظر ملکه انگلیس رو راجع به کانسرواتیو، راجع به لیبرال، راجع به لیبر پارتی، راجع به هیچ کدوم از سیاست مدارای انگلیس، مردم انگلیس نظر ملکه رو نمیدونستن. و اینم منظور همین بود، چون ملکه رو تبدیل کردن به یه بت برای ملت انگلیس، اون بت انقدر شعور داشت که نظرشو مردم نباید بدونن، درنچه اصلا حرف نمیزد. چون وقتی یه بت میسازی، اگه اوضا بیریخ بشه، مردم بتو مقصر میدونن، اون خدا رو مقصر میدونن. این زمانیه که شما بت میسازی. نتیجه این که آقای خامنه‌ای، وقتی مردم اگه بت سازی نکنی، خب از خودت اگه بت سازی نکنی، عکس جای نباشه، مشکل حله. خب مردم ناراضی ان، رئیسشون و رئیس جمهورشون یا نخست وزیرشون رو عوض میکنن، مشکل حل میشه. آقا یه خر دیگه بیاد ما رو از این گل در بیاره، اوکی. ولی وقتی از خودت بت سازی میکنی، اگه از خمینی بت سازی میکنی، سر هر سر و برزنی عکسش رو دیوار میکشی، تو هر کلاس درسی تابلوش آویزون میکنی، یا اطرافیانتون برای خای مالی آویزون میکنن، هی هم هر کدوم بیشتر ما ایرانی هستیم دیگه، خای مالی جز وجودمونه، اصلا خای مال به دنیا میایم، فرهنگمون خای مالیه. خب زیر دستا برای خای مالی بیشتر، این یکی اکثر رو 3 متر در 5 متر میکشه عکس آقای خامنه ای، یا میکشه به این دیوار 3 متر در 5 متر. شهردار شهر کناری از این خایمالتره میخواد بیشتر صدا در کنه، عکسش 10 متر در 15 متر میکشه. اون یکی شهردار از اون خایمالتره عکس آقای خمینی و آقای خامنه ای دوتاشو 15 متر در 100 متر میکشه. آقا ولمون کنین، آقا این بت‌سازیه، بت پرستیه، خایمالیه. کی میخوایم ول کنیم این موضوع رو؟ قرن 21 مسیحیه، ما هنوز داریم بت میسازیم برای ملت و بت پرستش میکنیم. اگر میخوای عکستون رو در دیوار باشه، باید خفه خون بگیرید، حرفی اصلا نداشته باشید، نظری ندید. آقای خامنه‌ای پشت صحنه اگه میخوای حرفی بزنی، میخوای نظری بدی، هیچ کس نباید، مردم ایران نباید نظر شما رو بدونن. خارج از سیاست، این ملکه انگلیس، خارج از سیاست، کاری که شاه محمد رضا شاه قرار بود بکنه، خارج از سیاست. اگه بت میسازی باید خارج از سیاست باشی، که اگه تخمی شد اوزا، مردم نگن تقصیر این مادر قبه است و نتونن اون مادر قبه رو عوض کنن. ببینین، نخست وزیر و رئیس جمهور رو مردم میتونن مقصر بدونن و میتونن عوضش کنن، ولی وقتی رئیس مملکت خودشو از خودش بت میسازه و قابل تغییر نیست و جامعه به مشکل برمیخوره، اون وقت بن‌بسته. دلیل این که شما در انگلستان انقلاب ندیدین در 500 سال گذشته، 1000 سال گذشته، دلیلش اینه که اون بوتی که برای ملت ساختن از خانواده سلطنتی، اون خانواده سلطنتی غیر از در موارد استثنایی که میدونن
که مثلا جنگه، مربوط به همه میشه. غیر از نر موارد استثنایی، خانواده سلطنتی خفقون میگیرن، به هیچ کس نمیگن نظر سیاسیشون چیه. اگر بوتی، اگر عکس تو تمام سر و در و دیوار هست، باید خفقون بگیری. چرا؟ چون اگه اشتباه شد، مردم از چشم شما نبینن اشتباهو، از چشم نخست وزیر یا رئیس جمهور بدونن که بتونن عوضش کنن، که بگن آقا این اخمال عقبه اشتباه کرد، خب عوضش میکنیم، یه مال عقبه دیگه میذاریم سر جاش. اگر بوتی، ببین موضوع این نیستش که بت پرستی مثلا آقا نباید کرد، آقا بت پرستی نباید کرد، بت پرستی بده، ولی اگر شما چاره‌ای غیر از بت پرستی نداره سیستمت، مثل سیستم انگلستان، اون بت باید خفقون بگیره که مردم اشتباهاتو از چشم بت نبینن، اشتباهاتو از چشم یک مهره‌ای ببینن که قابل تغییره، مثل رئیس جمهور یا نخست وزیر یا نماینده هاشون یا هر خری دیگه، این قابل تغییره، تغییرش بدن، مردم خیالشون راحت بشه که خب ما این عنصری که فکر میکنیم اشتباه کرد، برای همین من اجاره خونم رو نمیتونم بدم، خب این عنصر رو ما تغییر دادیم، خب حالا انشالله این عنصر بعدی میاد یه کاری میکنه که من اجاره خونم رو میتونم بدم. تموم شد رفت. یا بت پرستی نکنین، یا بت پرستی رو ترویج ندین، یا عکس خودتون رو به در و دیوار نزنین، مثل شاه، مثل رضا شاه، مثل بقیه. همین یارو مجاهدین خلق هم همین بودن، تو عکسای هستش تو از مقرشون تو عراق، همین خانم رجبی و شوهرش و عکساشون هست تو عراق که سر و هر ساختمون یه عکس آقا خانم رجوی و آقای رجوی، همه عکس اینا رو به دیوار کشیده. این بت پرستی آقا، شما در این حال که بت هستی نمیتونی سیاست مدار هم باشی، چون وقت به بنبست میخوره سیستم، چون شما مکانت جات ثابته، وقتی یارو اجاره خونش رو نمیتونه ببینه بده و شمارم نمیتونه عوض بکنه، اون وقت فکر میکنه به اینکه اوکی ما باید انقلاب کنیم، رئیس کل بتمون رو عوض کنیم، باید بت شکنی بکنیم. دقیقا همون کاری که آقای خمینی برگشت گفت داره میکنه، از بت شکن خودش رو به عنوان بت شکن معرفی کرد آقای خمینی، گفت آقا این آقای پهلوی، محمد رضا پهلوی یه بت شده توی مملکت و مملکت به بیراهه رفته و من بت شکنی میکنم، من بت شکنم. اوکی، بت شکنی کرد، خودش تبدیل شد به بت. آقا شما فقط بت رو عوض کردین بعد از انقلاب. خلاصه جریان این آقای خامنه‌ای، شما یا باید من کنین اطرافیانتونو از این که عکستونو سر هر کوچه برزن بکشن، سر تو هر کلاس درسی عکس شما، عکس خامنه‌ای آویزون کن، عکس خمینی آویزون کنن، یعنی به عبارت دیگه من کنین اطرافیانتون رو زیر دستاتون رو از بت‌سازی از شما، یا باید من کنین ازشون که آقا از من بت‌سازی نکنین، من میخوام نظر سیاسی داشته باشم، من میخوام حرف بزنم. چون اگه میخوای حرف بزنی بت‌سازی نمیتونی از خودت بکنی آقای خامنه‌ای، اگه میخوای نظر سیاسی داشته باشی بت‌سازی نمیتونی بکنی، چون نظرت اگه اشتباه باشه
و چون قابل تغییر نیستی تبدیل میشه به انقلاب، تبدیل میشه به هرج و مرج. چون یه رئیسی داریم که رئیس رو نمیتونه عوض کنی، پس میشه هرج و مرج. کاری که سر مشکلی که سر محمد رضا پهلوی داشتیم، اگه انقدر محمد رضا شاه میفهمید، انقدر یه ذره میفهمید که اگر میخواد شاه بمونه، اگه میخواد بوت از خودش بسازه، از خانوادش بسازه، باید خفقون بگیره که اگه اشتباه شد مردم اشتباهو از چشم اون نبینن، به خاطر اون نبینن. اگه انقدر میفهمید ما انقلاب نداشتیم، خودش مثل ملکه انگلیس میشست عقب تماشا میکرد، نظری هم اگه داشت در پشت پرده به چهار نفری اعلام میکرد، ولی مردم واقعا نظرشو نمیفهمیدن. یعنی چه مشکلات جامعه رو، مشکلات کشور رو، مشکلات روزمره شونو از چشم اون نمیدیدن، انقلاب نمیشد. یک سیستم دموکراتیکی داشتیم، هم رئیس انتخاب میشد، اگه اشتباه میکرد مردم عزلش میکردن، یه ملقبه دیگه رو سر جاش مینشوستن. کاری که الان قرار بکنید، اونی که ازش بت ساخته میشه نباید نظر داشته باشه، مردم نباید نظرش رو بدونن که اگه مردم زندگیشون به مشکل برخورد از چشم اون ندونن. بابا خیلی ساده است. نمیفهمم شما چرا نمیفهمید. کلن ایرانیات متوسط آیکیو پایینه.